برای دیوید دیزنی پی نیروی قدم زدن و صحبت کردن با مردم بهترین تحفه به شمار می رود. مریضی پارکینسن او در برابر تداوی معیاری مقاوم بود، بنابراین دکتران مولد چارچ های برقی را در عمق دماغ وی نصب کردند. این قسمت جمجمه سرم را سوراخ کردند و همین مولد ها را در آن جا بجا کردند. سیستم تحرکی عمق دماغ که توسط شرکت مدیترانیک ساخته شده دارای دو بخش است. یکی سیم‌های نازک که در ساحه دماغ جابجا شده و به حرکت مرتبط است و بخش دیگر باتری است که سیاله برقی را تولید می‌کند. قبل از جابجا کردن این مولد در یک فاصله کوتاه هم قدم زدن نمی‌توانستم. این مولد برایم زندگی دوباره داد. این طرز عمل برایم تجربه آور است. اگر کسی حالت قبلی مرا ندیده باشد، درک کرده نمیتواند که چه وضعیت سختی را سپری کردم. سمت چپ بدنم حرکت نداشت. کمیر میگوید که شوک برقی شاید مغز را با تقلید فعالیت‌های کیمیایی دوپامین که با کنترل فعالیت‌های حرکی دماغ ایجاد می‌شود، فریب دهد. وی میگوید چنین سیستم در مریضان مبتلا به مرگی، افسردگی، تشنج‌های دو قطبی و مشکلات دیگر کمک می‌رساند. برای تلاش بر پاسخ این سوالات، بنیاد علوم ملی ساینس با کالیب کمیر کمک مالی می‌رساند. وی معتقد است تا در جریان 5 سال آینده ممکن وسایل تجربوی به دست قرار گیرد تا بتواند بعضی از اختلالات روانی را کاهش دهد، مثل همین دستگاه تنبیهی که در قدم زدن دوباره دیوید کمک رسانیده است. خدیجه الکوزه، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.